خب رسیدیم به بخش سوم یا پایانی سفرنامه اصفهان. در این بخش ما با سرگذشت لهستانی ها و شیرینی‌فروشی پولونیا که در اصفهان خیابان چهارباغ عباسی تأسیس میکنن روبرو میشیم. لهستانی ها در جنگ جهانی دوم، در اواسط جنگ جهانی دوم به سمت سیبری کوش داده میشن و در این راه در واقع بخششون به سمت ایران میان، در اردوگاهایی در اصفهان و تهران در واقع اسکان داده میشن و سرگذشتی دارن در اصفهان در مراوداتی که با مردم میکنن و نقشی که در تأسیس کافه های روشنفکری در اصفهان دارن. بعد از اون میرسیم به کلیسای وانگ. کلیسای وانگ کلیسای بسیار زیبایی هستش، کلیسای جامع مردم ارمنی هستش که در زمان شاه عباس از جلفا به سمت اصفهان، محلی مشخصا به نام جلفای نو، کوچ داده میشن. تاریخ بسیار مهمه. ما باید بدونیم که از ابتدای قرن 16 تا اواخر قرن 16 جنگ های بسیاری بین عثمانی و ایران صفوی در جریان بود برای در واقع تسلط داشتن روی مناطق قفقاز، مشخصا آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. این جنگ ها حالا به نوعی در واقع نقطه آغازینی که برای ما خیلی مهم هستش، جنگ چالدوران هستش. شاه اسماعیل صفوی اونجا شکست میخوره در جنگ چالدوران، ارتش قزلباش شکست میخوره از ارتش عثمانی که دلایل خاصی داره که برنامه رو برای خودش به صورت مجزا میطلبه. اما بعد از اون جنگ ها در زمان شاه طهماسب ادامه پیدا میکنه. ابراهیم پاشا از سمت سوریه وارد بخشایی از ارمنستان میشه و سلطان سلیمان هم به همین ترتیب میاد و بخشای آذربایجان رو و ارمنستان رو تصرف میکنه. 20 سال تبریز ما دست نیرو و قوای عثمانی بوده تا بالاخره در زمان شاه عباس تصرفاتی که در واقع داشتن عثمانی ازشون پس گرفته میشه و فتح ایروان که با محاصره 9 ماهه شاه عباس در واقع سرانجام این فتح میسر میشه و در ادامه شاه عباس به دلیل اینکه میدونسته ارتش عثمانی او رو تعقیب خواهند کرد، سیستم در واقع سرزمین های سوخته رو پیاده میکنه، تمام آبادی ها و ده ها و باغات سر راه خودش خراب میکنه و ارامنه رو از ایروان و جلفا به سمت ایران کوچ میده، مشخصا در اصفهان، ماکو، ارومیه و همچنین عرضم به خدمتون شیراز که تحت تسلط الله بردی خان اوندیلازه سپه سالارش یا گلدر آقاسیش بوده، در واقع سکنا میگزینن، اسکان داده میشن ارامنه و منطقه جلفای اصفهان به دلیل قرابتی که با جلفای در واقع آذربایجان داشته، ارامنه‌ای که از جلفا بیشتر کوش داده میشن، صنعتگرا مشخصاً و تجار خوب ارمنی رو در این منطقه جا میده. خب شما میبینید که در این منطقه کلیساهای زیادی وجود داره. یکی از مهمترین این کلیساها یا مهمترین این کلیساها که به نام کاتدرال یا کلیسای جامع شناخته میشه، کلیسای وانگ هستش. این کلیسا داره یک موزه بسیار خوبم هست. شما در این موزه صنعت چاپ رو باش روبرو میشید و آوردن چاپ توسط ارامنه جلفا به اصفهان. در ادامه ما میرسیم به مدرسه مادر شاه، مدرسه‌ای که سلطان حسین صفوی در واقع اون رو تأسیس میکنه و جذابیت‌های خاص خودشو داره. اصفهان که تموم نمیشه داستانش، ولی ما اینجا سفرنامه اصفهان رو تموم میکنیم و امیدوارم که از دیدن باقی ویدیو لذت ببرید. متشکرم. آقای دکتر برجیان، لطفاً از پولونیا برامون بگید. قنادی پولونیا. بله. این فروشی بوده. این همال لهستانی های بود. لهستان ها. بله. لهستان. لهستان. اسم کشور خودشون لخ. لخ. مثل لخ والنسا بود. درسته. نام پسر هم میذارن لخ. پس لهستان. لهستانی ها که به وسیله استالین تبعید شده بودن به سیبری. و ترکستان و ازبکستان. بله. و ترکمنستان. خب. اینا رو گفت بفرسته اونجا بمیرن.
ملت لهستان مرتکب گناه شده بود، همکاری کرده بود اینها و علاقه به انگلیس. اینا رو چیز کرد، بعد راه اجازه دادن راه اینا رو کچ کنن یه دشون و بیان به طرف جنوب. رسیدن به مرز ایران و بالاخره اینا رو پذیرفتن. وقتی اینا رو پذیرفتن، اینا بسیاریشون هم که در راه مرده بودن و بعدش هم همینجور تلف شدن، ولی یه دشون که رسیدن به اصفهان اینا رو گذاشتن توی کمپ، یه کمپ بزرگ. کجای اصفهان بوده؟ نمیدونم کجا بود جا، و اینجا همه بودن و مخصوصا جواناشون زنده مونده بودن که طاقت این سفر درازو داشتن، دختران جوان بودن و اینها. بعد روزها جوانان اصفهان جیگولا میرفتن اون اطراف و از پشت سیم خاردار نگاه میکرد، دید میزدن. بله، نه دختران اومدن جلو، بالاخره اونا هم میخواستن یار بگیرن. درست. و اون پشت گهگاه میشد که این دختران فرار میکردند و ازدواجی صورت میکردن. در اصفهان در چند جا اینها بیزنس زدن. یه جاش این دست اصفهان که اینا نه تنها قنادی زدن و یعنی چهارباغ عباسی جایی بودش که کلونیشون شد چهارباغ اصلی. درست. نه، یه رسته از اینجا. درست. در میگن انواع مغازه ها رو داشتن. من فقط حالا کلونی ها رو میشناسم که اون روز هم نمیدونستم اینا لهستانی، همینجور میدونستم یه مادم. من هم خودم حالا این قنادی کلونی ها در واقع یکم بلندتر دکتر جان، کافه بود که پشتش باغچه داشت، توش میز صندلی چیده بودن. روشنفکران اصفهان در اونجا جمع میشدن و با هم بحث میکردن، مثل مثلا هوشنگ گلشیری، هوشنگ گلشیری، ابوالحسن نجفی و احمد گلشیری و چندین نفر دیگه، هر کسی بدنام آور شد از اونها بود. یعنی معادل کافه نادری تهران. بله، از اون چیز بود. اینها مجله‌ای درست کردن به نام زنده رود یا نمیدونم چی، اون وقت نمیدونم اسمش چی بود، ولی 10-15 شمارش در اومد و جزو آثار آوانگارد ایران شد که در تهران هم حتی اونو میخونه. چون که اینا ترجمه، اینا کارشون این بود که ایده های اروپا و آمریکا رو بگیرن و از رمان و نوول ترجمه کنن. درست. که این مجله البته هیچ علاقه ای به ادبیات کلاسیک فارسی اینا نداشت و خطش اونجا کشیده بود. درست. برای تأثیر داشتن در پیشرفت این شهر. درست. این شهر یه شهر یک دست مونو اتنیک مثلا نبوده. بود. بله. درست. و اینها خب ارامنه که خب تاثیر داشتن، ولی این یعنی میگیم بالندگی شهر به دلیل حضور ارامنه یهودیا لاستن. ارامنه که خب زیاد چیز نبوده، ولی بالاخره اون هم نقش داشتن. نقش داشتن. ولی انگلیس ها که اومدن، اسقف نشین انگلیس هنوز هست. اولی همونجا که ما هم دیگه رو دیدیم پشتش اسقف نشین انگلیس. یعنی دم متروی انقلاب. بعد پشت اون اونجا مریض خانه انگلیس ها بود که من در همونجا به دنیا آمدم. اونجا خب کلیسایی بود که مقدار کانورت داشت، زیاد نه، ولی بعد باید اون دهقانی تفتی معروف که اسقف شد و بعد از انقلاب خب مجبور به ترک ایران شد و رفت در انگلستان. اونجا هم عرض به مقامی پیدا کرد. اون از یزد آمده بود و اینجا شاگرد شده بود و کانورت کرده بود و مسیحی شده بود. بعد کلیسای کاتولیک هم اینجا دبستان داشت و دبستان پسرانه داشت به نام ستاره صبح که من میرفتم اونجا. درست. دبیرستان دخترانه داشت به نام رودابه. از اینا یعنی میسیونرهای مذهبی نبودن، اینا در واقع دولت میسیونر بودن. بله، اینا میسیونر مذهبی بودن. بعد امریکایی هم بعد که امریکا میس جونز. با سلام، الان داخل کلیسای وانک هستیم به معنی صومعه یا نجات دهنده مقدس. این کلیسا متشکل هست از
فضای اداری، موزه و چاپخانه و امروزه برای نیایش استفاده نمیشه این کلیسا، بلکه حالت موزه بازدید داره و الان میریم که داخل این کلیسا رو ببینیم. قبل از ورودی به در واقع قسمت اصلی کلیسا، شما در واقع قبرهای افراد معروف رو میبینید. خب قسمت اصلی کلیسا که منحصر به فرد این کلیسا برخلاف کلیساهای دیگه ارمنی که از سنگ ساخته شده، از خشت خام ساخته شده و نقاشی های اون تصحیح‌هاش و طلاکاری‌هاش بی‌نظیره. تقریبا تمام در واقع اتفاقات مهم کتاب مقدس رو شما در نقاشی ها میبینید. خب کاشیکاری های زیبایی رو که میبینید و نقاشی که توسط استاد میناس انجام شده و دیگر استادان ارمنی و پول در واقع این طلاکاری و تصحیب و از این رو هم یک خواجه تاجر ارمنی تقبل کرده. این کاشیکاری های زیبا کاشیکاری های صفوی، اون رنگ زرد هم رنگ مشخص صفوی. ببخشید. رنگ زیبای پرشین بلو، آبی در واقع ایرانی و زرد صفحه. کاشیکاری زیبای صفحوی در دور تا دور در واقع دیواره های کلیسا پایین نقاشی ها شما ملاحظه میکنید. بی اغراق میشه گفتش که زیباترین
کلیسا از نظر طلاکاری و تصیب و نقاشی در واقع هنر مشترک ایرانی و ارمنیست که کاشیکاری های کاملا صفوی رو شما میبینید، نقوش اسلیمی یا در واقع نقوش در واقع گل و شما در واقع در نقاشی ها میبینید و بعد هم نقاشی های کتاب مقدس. خب این هم در واقع محوطه داخلی داخل خارج کلیساست، اون هم موزه کلیسا هست که مشخصاً به خیلی از قسمت‌های موزه به واقعی نسکشی ارامنه میپردازه و البته وسایلی از یپرم خان ارمنی هم در اونجا از روولورش گرفته اگر اشتباه نکنم، هفتیرش و چیزهای دیگه که حالا به داخل اونجا هم خواهیم رفت. خب ما الان در فضای داخلی موزه کلیسای وانک یا نجات دهنده مقدس هستیم و میریم که قسمت‌های مختلف رو با همدیگه ببینیم. اولین چیزی که میبینیم یک هاون سنگی کار ارمنی جولفای اصفهان هست 1667 میلادی. بخش نقاشی ها پورتری ناصرالدین شاه کار روغن قرن 19 میلادی، زن ایرانی نقاش ایرانی قرن 18 میلادی، پورتری سلیمان خان داوید خانیان مهندس دربار قاجار، دستگاه چاپ ساخت انگلیس 1841 که سومین دستگاه چاپ در نوع خودش بوده در جولفا. کتاب مقدس چاپ شده به زبان ارمنی، کلیشه هاشون رو میبینید اینجا. اولین کتاب مقدس چاپ شده به زبان ارمنی در آمستردام هلند 1666 میلادی. در این بخش لباس های در واقع زنان و مردانه ارمنی رو میبینید، اینجا مشخصا لباس های زنان و مردانه ارامنه فریدن رو میبینید، لباس محلی عروس ارمنی در چهارمحال بختیاری، دختر ارمنی فریدنی که البته جالبه بدونید که در فریدن و میاندشت نه تنها ارامنه که گرجی ها هم زندگی میکردن از زمان شاه عباس و بعدها هم هنوز ما در واقع جماعت گرجی رو در اونجا داریم. لباس زن جولفایی، خب اینجا هم تاجر ارمنی جولفایی خواجه آودیک آفدیک ولیجانیان رو میبینید که کسی بوده که در واقع تزیینات و ساخته شدن رو هزینه تزیینات در واقع این کلیسا رو میده. کتاب مقدس سال 1662. کتاب انجیل نوشته شده در استانبول، تصحیب و طلاکاری در جولفای اصفهان. تابلوی دفن شبانه حضرت مسیح اثر آنیبال کاراچی نقاش ایتالیایی قرن 16. نورپردازی اینقدر بد هست که نمیشه در واقع تابلو رو کامل بهتون نشون داد، ولی تابلو زیباییه. صحنه مصلوب شدن حضرت مسیح کار هند قرن 17. صحنه مصلوب کردن حضرت مسیح کار فلاندر قرن 17. یپرم خان ارمنی که نقش بسیار زیادی در مشروطه ایران داشته و البته کسی هستش که حمله میکنه به باغشا و ستارخان رو در اونجا
علات سربازهاش در واقع مجروح میکنه. از نقش بزرگش اینجا لباس‌های در واقع یپرم خان ارمنی می‌بینی، البته از نقش بزرگش در مشروطه ایران به همراه داشناک‌های ارمنی و همچنین مبارزان در واقع اینترناسیونالیست گرجی که از شهر گوری اومده بودند و به رشت در واقع به سپهسالار تونکامونی پیوسته بودند و در فتح تهران شرکت کردن نباید غافل شد. چهره یپرم خان ارمنی نقاشی شده در نهایت قسمت ناراحت کننده موزه در واقع که داره کشتار ارامنه رو نشون میده، نسل‌کشی ارامنه همراه با مستندات. خب این نقشه هم پراکنش و پراکندگی در واقع ارامنه در قتل عام رو نشون میده که همونطوری که میبینید در واقع از قفقاز شروع میشه و در قسمت‌های مختلف آناتولی تا حلب و سوریه میره جلو. ورودی مدرسه مادر شاه در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته شد و داستانی که در ادامه براتون خواهیم گفت. وارث تخت سلیمان خیبر و گیتی ستان، پادشاه شیعیان، جان جهان، سلطان حسین، که داره اشاره میکنه به سازنده و کسی که دستور ساختن اینجا رو داده، سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه سلسله صفوی که در حمله اشرف دهقان اصفهان رو تسلیم کرد و خودش هم در واقع در نهایت به وسیله افغان‌ها کشته شد. بله ببینید این مادیه، این اسمش مادیه فرهادیه، این مادیه. یکی از جوبایی که از زاینده رود منشعب میشه برسته. میاد تمام تیمی کنه تا برسه به مزارع شهر، یعنی یه شعبه از در واقع بله اینا اسمش مادیه زاینده روده، شبکه ای از جوی ها هست که در شهر اصفهان پخش کانال اینا درست. این کانال رو از قدیم کشیدن، یکیش از وسط اینجا میگذشت تا اینو آب نما کردن درست. چون کور کردن این درست. مادی رو اینجا چهار تا چیز داره، اسمش هم بودش مدرسه مادر شاه، مادر شاه که میگه بهش میگن مدرسه چهار ماه درست. این هر کدوم از این برای خودش شکل اینه، بنای چاریوانیه دقیقا، بله چاریوانیه دیگه، مثلا همه درست. بناهای ایران دیگه این عادت بوده. اول هر کدوم چیزه، مثلا این طرف شمالیش درسته، واقعا کتیبه های فارسی هم داره، بعد چیزم داره، یه شعری داره که توضیح میده که این رو کی ساخت و معمارش کی بود در زمان شاه عباس اول، شاه عباس کبیر، نه این در زمان آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده. اتفاقا حجره شاه سلطان حسین یه حجره برای خودش داشته، خیلی مهم بوده و این حجره مخصوص با بخاری طلایی، خب اون گلیمش هم هست، یه گلیم هم داره که روش چیزه و ورود هم که بهمون نمیدن اجازه ورود، جمعه ها با در واقع بلیت خریدن میتونید اینجا رو ببینید، بله با اشکالاتی لابد، ولی این سهم که مدرسه است، این عباره، این یکی از سه قسمت این مجموعه است، مجموعه یه طرف در جنب شمالیش بازارچه بلنده طبقه سر تا سر، یکی هم اون کاروانسرای عباسی، کاروانسرای عباسی الان تبدیل به هتل شاه عباس شد. آه یعنی ادامه بله، در واقع مدرسه بله، بوده هتل در واقع عباسی که بله، کاروانسرای عباسی بوده، از این اینا وقفه، یعنی هم بازار چه بلند هم کاروانسرا وقف مسجد این مدرسه بود داشت و هر سه تاش دارای چیزا. حالا این بفهمید اینجا داستانش چیه، هر کی فارسیش خوب باشه بله، میتونه اینها رو بخونه و اون لغاتی هم که نمیدونه از فرهنگ دراره تا تمام. اینجا کاشیکاری زمان صفوی باقی مونده یا اینا تعویض شده؟ همونه، ببینی جایی میتونه، جایی که یک پارچه کاشیکاری باشه و چشم بخواست بله، شما رو زوم کنید
اون آجورا رو میبینی؟ بله. آجورای زرد و برید، حالا برید سقف زیر گنبد رو چه خبر کوچیک کنید اینا که همه گنبد بیفته. ببینید این اصلا یه چیز مغز فرق داره. عجب. چون که یعنی ترکیب بین آجر در واقع زرد و در زمینه آجر طلایی و فیروزه ای. عجب. طلایی و فیروزه ای عکس خیلی چشمی ها عکس خوبی ازش گرفته. خب این تاق نماها زیاد خوبه. درست داره. اینا هم تا از این بوده هم حجره است پشتش. درست. مثلا اینا یکی از اعلاترین حجره های اینجا بوده. آه. که بالاخره پنج داشته بیرون بوده، یه بالکنی داشته و درسته. نمیدونم. آقای دکتر اون چیزو میبینید شکاف نشست زمین رو؟ واه. اون اصلا وحشتناکه. چشمتون چیزه. این عجب. الان مسخره کردی منو؟ آره اون شکاف وحشتناکه. آره همونو دارم خدمتتون میگم. آره 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 بله درست. ببینید از یه جایی سو بعد این شکاف تبدیل میشه به درز میانه دوتا پنیر. درست. دوتا اون گوشواره رو میبینید؟ بله. اون شکاف میاد نزدیک درز پنیر میشه که شاید درزم بشه این طرف هم این طرف داریم آیه. چرا داریم بفهم اینجا نگاه کنید آیه دکتر که خب یا سیم برق نیست نه ترکه نه ترکه خب اتفاق وحشتناکی که در واقع در اصفهان داره به دلیل از بین رفتن سفره‌های در واقع و خالی کردن سفره‌های در واقع زیرابی زیرزمینی میفته این هستش که شما ترک‌ها رو در تمام قسمت‌های ساختمان‌های زیبای صفوی در حال مشاهده است. از قسمت بالا تا روی گوشواره تا به سمت پایین به صورت طولی و بعد مورب روی یکی از گتاهای گوشواره شما میتونید این ترک رو ملاحظه بکنید و بجز یک در واقع گوشه و زیر یک تاق ضربی من در بقیه جاها این ترک ها رو میگیرم. اینجا بازارچه بلند بوده که بعدا تغییر نام پیدا کرده به بازار هنر. سلیقه امروز سلیقه ایشتم بازارچه هنر رو چند بار هم نام خدا بود. در واقع میشه جنب مدرسه درسته؟ وقف مدرسه چهار باغ. وقف مدرسه چهار باغ. حالا اینجا بازارچه طلاست. سر تا سر طلا و جواهره در دو طبقه